و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اواخر روز دوشنبه کوبا را به مقصد نیکاراگوا ترک کرد. آقای ظریف در کوبا با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد و در نشست تجاری مشترک ایران و کوبا شرکت کرد. حسام ایمانی و جزئیات بیشتر این باره. محمد جواد ظریف در آمریکای لاتین همراه با هیئتی سیاسی و نمایندگان بیش از 80 شرکت خصوصی و دولتی ایران وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه را در کوبا سپری کرد و علاوه بر راول کاسترو رئیس جمهور با برونو رودریگز پاریلا وزیر امور خارجه کوبا دیدار کرد. ما همواره در کنار مردم کوبا. آقای ظریف در این دیدار به همتای خود گفت با لغو تحریم ها شرایط همکاری اقتصادی دو کشور بهتر از قبل شده است. همراه یکدیگر برای به گفته آقای ظریف ایران و کوبا با مقاومت خود بر تحریم ها پیروز شدند. وزیر امور خارجه ایران همچنین در اولین نشست تجاری مشترک ایران و کوبا شرکت کرد و گفت ایران دروازه ورود صنایع دارویی کوبا و پیشرفت‌های آن در حوزه بهداشت و درمان به آسیای میانه است و کوبا هم می‌تواند دروازه ورود ایران به آمریکای لاتین باشد. آقای ظریف حضور نمایندگانی از بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، انرژی، ساخت و ساز، بهداشت، درمان، دارو، تجارت و خدمات در هیئت اقتصادی ایران به آمریکای لاتین را فرصتی ارزشمند برای تحکیم و توسعه همکاری‌های گسترده‌تر دو طرف عنوان کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا میگوید تهران و هاوانا در جریان دیدار ظریف از کوبا یک یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی امضا کردند. ایران و کوبا در چند دهه گذشته روابط دوستانه ای داشتند و کوبا در سالهای گذشته از برنامه هسته‌ای تهران حمایت کرده است. محمد جواد ظریف از روز یک شنبه سفر خود به 6 کشور آمریکایی لاتین را آغاز کرده و قرار است علاوه بر کوبا و نیکاراگوئه از بولیوی، شیلی، اکوادور و ونزوئلا هم دیدار کند. حسام ایمانی، صدای آمریکا.